سلام، فرمانده شماره دوم آمریکا در افغانستان میگوید که آمریکا تیم‌های مشورتی نظامی به افغانستان میفرستد. این جنرال آمریکایی همچنان در پنتاگون به خبرنگاران گفته است که صرف 1% نیروهای افغان قابلیت اجرای فعالیت‌های مستقلانه را دارند. صرف 29 جزء تام اردو و 7 قطعه پلیس افغانستان حدود 1% نیروی امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. حالا سوال اینجاست که تیم‌های مشورتی نظامی آمریکا چه نقشی در بلند بردن توادایی نیروهای افغان خواهند داشت و زمانی که مقامات ناتو و افغان از انتقال مسئولیت‌های امنیتی و خروج نیروهای خارجی حرف می‌زنند، چرا تا حال 1% از نیروهای امنیتی افغان توانایی اجرای عملیات‌های مستقلانه را دارند؟ در کنکاش امشب بررسی می‌کنیم. مهمانان ما در این بحث آقایان سالی محمد ریگستانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، رحمت الله بیژانپور، آگاه امور سیاسی و سردار رحمان اغلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان هستند. بسیار زود خوش آمدید ریگستانی. سلام. با شما آغاز میکنیم که فکر میکنین که چرا آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای مشورتی بفرسته به افغانستان؟ آقای ریگستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر نو نیست. از زمانی که نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان مصروف ساختن اردوی افغانستان هستند و کمک میکنن به تشکیل و تاسیس اردوی افغانستان، در تمام سطوح از ادارات و ادارات اردوی ما مشاورین وجود دارن. و فکر میکنم که این بار فرستادن تیم مشورتی به دلیل است که در اجلاس لیسبون و بعدا در دو اجلاس پی در پی ناتو، در مجموع ناتو نیروی امریکا میخواهند نقش جنگی خودشان را کم کنند. نه، آنچه را که شما اشاره کردین، حالا فقط نیروی ویژه میفرستند به خاطر مشورت با نیروهای افغان. حالا شما از مشاورین اشاره کردین که آمریکایی‌ها عملا در افغانستان دارن، بیشتر گفته میشه که اینا نقش تربیوی دارن. حالا تازه ای تصمیم را گرفتن که به افغانستان بفرستند پیش از خروجی از این نیروها از افغانستان. ما میرم میخواستم بگویم که چون نقش جنگی خود کم میکنن، فرستادن تعداد دیگه از نیاز مشاورین به معنای از که میخوان نقش مشورتی خوده که عبارت از تربی اردوی ما بلند بردن مهارت های جنگی است، او را بیشتر بکنن. اما اگر بگویم که یک موضوع تازه است نیست، به خاطر که قبلا هم مشاورین در تمام سطوح وجود دارد. اما چقدر فکر میکنین که اینا نقش جدی در بلند بردن توانایی نیروی افغان دارن؟ و فکر میکنین که اینا میتونن که آماده بسازن ارتش افغانستان در کل نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2014؟ در این مورد من بسیار متعقل نیستم که تا سال 2014 کار تکمیل میشه. اگه اجازه بدید من یک تصویر کلی از اردوی افغانستان برای شما بتون بیشتر روشن میشه. اردوی افغانستان فعلا دارای 7 قول اردو است که 6 قول اردوی پیاده است و یک قول اردوی هوایی ما داریم و چند فرقه و لواهای مستقل هم داریم که در عملیات ها و در جنگ ها سمیگرن و این بخش از ساختار دفاعی است که ما فعلا داریم. اما اگر شما به موضوع ظرفیت، یعنی یکی از وظایف مشاورین بلند بردن ظرفیت های یک اردو است، اگر به موضوع ببخشید، اگر به موضوع ظرفیت بخوایم با شما تاکید کنیم و توجه کنیم، ظرفیت 6 ویژگی خاص داره. اول کمیت خود نیروهاست، دوم مهارت هایشان است، سوم اکمالاتشان است، چهارم تجهیزاتشان است، پنجم قدرت رزمیشان است و ششم سوق اداره است و انگیزه یکی از موضوعات مهم است. حالا این 6 ویژگی که ما به شما نام گرفتم، هر کدامش موضوعات قابل بحث است. فعلا اردوی افغانستان، حالا چقدر فکر میکنین که امی 6 مورد را که شما اشاره کردین کاملا اردوی ملی افغانستان یا در کل نیروهای امنیتی افغانستان برخوردار هستند از امی 6 ویژگی؟ نه خیر، ما شما در مجموع دولت افغانستان با جامعه بین‌المللی در حال ساختن یک دیوار هستیم که اگر ما رو به یک دیوار تشبیه کنیم، اما این دیوار یا این قلعه تکمیل نشده. بعضی قسمت ها را شما ببینید که برج ها کاملا تکمیل است، بعضی قسمت های دیگه ناتکمیل. ولی یکی از سوال های اساسی هم آقای ریگستانی است که از لحاظ کمی ارتش افغانستان در کل نیروهای امنیتی افغانستان خوبتر هستند، اما سوال اساسی اینجا از لحاظ کیفی است، یعنی کیفیت از این نیروها یا ظرفیت از این نیروها آنچنان نیست که بتوانند که انتقال مسئولیت های امنیتی صورت بگیره، چیزی را که البته آگاهان نظامی هم برش باور دارن. فکر میکنین که آیا در چند سال باقی مانده، یعنی چند سال محدود، 2 یا 3 سال آینده، فکر میکنین که از لحاظ ظرفیت هم ارتش افغانستان، پلیس افغانستان این توانایی را پیدا کنه؟ اجازه بدید من به چند موردی که کمبود در اردوی موجود داره اشاره کنم. اول در موضوع کمیت، قرار بود که اردوی افغانستان 220 هزار باشه و تقریبا در حدودا پلیس ما باشن، یعنی ما یک نیروی دفاعی
یا یک نیروی امنیتی حدود 400 هزار نفر داشته باشیم. اون چی که البته در اول گفته شده بود 350 هزار نیروی امنیتی در کل بر افغانستان. 350 تا 400 هزار ما می‌بینیم که در این وقت‌ها ناتو در حال عقب نشینی است و صحبت از است که باید نیروهای ما در مجموع حدود 270 هزار نفر باشد. در حالی که ما فعلا 170 هزار نیروی اردو داریم و حدود 130 140 هزار ما نیروی پلیس داریم. در حقیقت اینا میخواهم که آهسته آهسته این تعداد کم کنن به دلیل کمبود بودجه. پس موضوع اول که عبارت از کمیت افراد است، ما نه تنها در حال تکمیل کردن از هستیم بلکه صحبت از کم شدنش میشه. نقطه دوم در مورد تجهیزات است که ما گفتم یکی از ویژگی‌های دوم است. ببینین همین فعلا ما شما در مجموع 6 قلوردی که ما داریم، پیاده و یک قلوردی هوایی، ما مطلقاً نیروی توپخانه نداریم، قوای زرهی نداریم و تیارات جنگی نداریم و قوای راکتی نداریم، یعنی مطلقاً نداریم، حدود 1-2% داریم. پس به این خاطر است که وقتی اینا صحبت از توانمندی یا قدرت جنگی و رزمایش یک نیرو حساب میشه، اونا اشاره به همین موضوع دارن که وقتی شما بخواید یک نیروی پیاده رو وارد جنگ کنین، اونا به آتش مایعی که عبارت از تانک و قوای راکتی و قوای هوایی است اشد ضرورت دارن، چیزی است که ما فعلا اون رو نداریم. از حضور نیروهای خارجی در کل جامعه جهانی در افغانستان چند سال میگذره؟ حدودا 10 سال. حالا فکر میکنین که فرصت مناسب تنها 2 سال آینده که باقی مانده است؟ خب یعنی در حالی که در طول 10 سال هیچ کاری صورت نگرفته، به این مراجعی که شما فکر میکنین که مهم هم است؟ ببینین آنچه را که جنرال آلن گفته در حقیقت اعتراف و ناکامی است. یکی میگن اردوی افغانستان فقط 1% توانمندی زیر داره که عملیات مستقل را انجام بدن، این در حقیقت اعتراف و یک ناکامی است که بعد از 10 سال و مصرف میلیاردها دلار اردوی ما فقط 1% توانمندی اجرای وظایف مستقلانه داره. خیلی سپاس. اجازه بدین که از آقای بیژنپور بپرسیم که اینجا ضعف در کجاست که تا حالا 1% از نیروهای امنیتی افغانستان توانایی اجرای عملیات مستقلانه را داره؟ عدم تجهیز از جانب نیروهای خارجی یا جامعه جهانی یا ضعف در ساختارهای امنیتی افغانستان؟ سلام دارم خدمت شما و همین گونه خدمت جناب آقای ریگستانی از ارادت مخصوص و به بینندگان محترم تلویزیون. با توضیحاتی که ریگستانی صاحب فرمود، دقیقا در زمینه شناخت کمی و چیستی اردو و ارتش افغانستان موافق هستم کاملا. اما در رابطه با اینکه تنها 1% از این کمیت قابلیت رسمی داره و در واقع به صورت مستقل میتونه به یک سری از وظایف بپردازه، در حقیقت یک مسئله است که میتوان گفت که در حقیقت کل نیروها معطوف به ناتوانی هستند. این به عبارت دیگه میتوان گفت که اردوی افغانستان یا سیستکتور دفاعی افغانستان هنوز هم در اون مرحله قرار داره که در برابر حوادث خاص هیچ گونه مهارتی را نشان نخواهد داد، به دلیل اینکه از یک جهت به صورت مستقل عمل نکرد. 10 سال وابستگی آفتی بزرگی است که در زمینه تجربه نیروها را معطوف به یک سری از ناکارآمدی کرده. به ترتیب واقعا نه تنها اردو، پلیس افغانستان و خیلی از زمینه های دیگری که برای تأمین امنیت، برای در واقع دفاع از وضعیت میخواهن آمادگی نشان بدن، در همین وضعیت هستن. این بیش حالا بیان به این نکته بپردازین که در اقدام تازه یا خب آنچه را که آقای ریگستانی هم اشاره کردن که پیش از این هم مشاورین آمریکایی در افغانستان حضور داشتن، اما حالا البته مشاورین ویژه یا امون نیرو یا اما قوت مشورتی که به افغانستان میفرستن، اینا چقدر کارساز هستن؟ آیا اینا میتونن که آماده بسازن نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2014؟ در مسائل یعنی این خلایی که وجود داره یا به میان آمده بود در 10 سال گذشته، میتونه این البته نیروی مشورتی جاگزین شو و این خلا را پر کرده بتونه؟ یادتان باشه که در مسئله نظامی که نفس در نفس با خطر مواجه است فرد یا منصوب این زمینه، در حقیقت بزرگترین آموزگار و معلمش تجربه است، نه مربیانی ورزیده. مربیان تنها در زمینه های تئوریک میتونن راهنمایی بکنن، اما مرحله تجربی کار وابسته به اجراست. و متاسفانه ما در همین به اصطلاح وضعیت کنونی به لحاظ اجرایی دارای او استعداد نیستیم، و اگر چنانچه بخشی مهمی از نیروهای آمریکایی نه در حوزه دفاع جنگی، نه در حوزه مشارکت عملیات رزمی، بلکه در حوزه تربیتی باقی بمانند که میمانند، تنها میتواند متضمن اجرای یک سری برنامه ها در تربیت کادر نظامی افغانستان باشد. حالا آقای بیژنپور، شما فکر نمیکنین که تا حال هم از لحاظ نیروهای حمایوی یعنی نظامی تابدندان مثلا در به خاطر حمایت نیروهای امنیتی افغانستان از جانب کشورهای خارجی یا نیروهای خارجی حضور دارن و هم آموزگارها وجود دارن به خاطر تربیت ارتش افغانستان،
فکر میکنین که پس فرستادن تیم مشورتی به چه معناست به افغانستان؟ خب تیم مشورتی بعد از سال 2014 آغاز میکنه کارش، معناش این است که دوران جنگی را میبندن، بلاک میکنن و یک مرحله دیگری آغاز میشه که مرحله آموزشی، مرحله تربیتی است. اما چیزی را که البته وزیر دفاع آمریکا هم پرداختن که اونها این کار را از سال 2013 شروع خواهد کردن. خب از سال 2013 هم که آغاز کنن معناش این است که هنوز آغاز نکردن، یعنی در واقع ما هنوز هم این مسئله را به مسابقه یک پیشفرض داریم مطرح میکنیم و طبیعی است که تا مهارت اجرایی و مهارت عمل کرد در سطح در مرحله پراتیک بره منصوبان اردوی افغانستان زمینه داده نشه و مهارت اونا قابلیتش روش نمیکنه و ای کاش از سال 2001 و بعد از تحولاتی در یک دهه پیش در افغانستان این مشارکت زمینش تامین میشد تا منصوبان اردو، منصوبان پلیس و تمام زمینه ها یک مقدار اجراءات مشترک می داشتن، آموزه های مشترک می داشتن و عرصه کاری یگانه می بود. این در واقع یک نوع آموزش مستقیم است که هم یاد می گیری و هم به کار می بری. حالا اینا فرض بکنین سال 2013، یعنی مشخصا شما می خواین اشاره کنین که دیرتر اینا دست به کار شدن؟ نه تنها دیرتر دست به کار شدن که هنوز دست به کار نشدن. بله سوال هم همینجاست که تا حالا چرا نشدن؟ یکی از مسائلی ببخشید معذرت می خوام، یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه همین دیر هنگامی است، به خاطر اینکه هم آمریکایی ها و هم دولت افغانستان، هم نیروی ایساف، هم ناتو متاسفانه برای اینکه او فورس و قوت خودش نشان بده و او نقش و مؤثریت خود نشان بده به هیچ گونه هماهنگی در یک وضعیت جدای از هم عمل کردن و نتایج متاسفانه نه دلخواه آنهاست و نه مورد تایید ما. به هر صورت حالت جدایی این نیروها نه تنها مؤثریت مستقیم در حذف کمیت نیروهای صفوف دشمن نداشت، بلکه تقویت دشمن را باعث شد و تضعیف نیروهای ملی را، یعنی زمینه نیافتن نیروهای ملی رشد بکنند. پس دو نوع نتیجه گیری ممکن است، یکی این که ما تحت تاثیر یک حالت زمانی که از هر لحاظ نیروهای امنیتی افغانستان با مشکل مواجه باشند، چگونه برشان زمینه فراهم شود تا اینا خود را نشان بدن یا توانایی خود را؟ خب پیشتر 5-6 مواردی را که جناب آقای رگستانی فرمودن در حقیقت اونا برای اجرای عملیات سنگین در یک اردوی ضعیف همانند اردوی ما بسیار مهم است، اما ما 3 تا از اون مسئله را بسیار عمده به نظر میرسه که اما که ابزار فرمودن در واقع باید ما با یک مقدار ابزار دسترسی داشته باشیم، چون جنگ که بدون ابزار ممکن نیست. یکی دیگه آموزش، ما یک سلسله مسائلی را باید یاد بگیریم در رابطه با مسئله پاتریوتیزم، به اصطلاح میهن دوستی، میهن پرستی، یک مقدار انگیزه های دیگه و مهارت کاری. حالا فکر نمی‌کنین که جامعه جهانی در رأس آمریکا یعنی مسئله تربیه ارتش افغانستان، پلیس افغانستان را آغاز کرده عملا؟ خب تازه آغاز کردن و طبیعتاً در اردوی افغانستان یک سری از افسرانی بودن که تعلیم یافته بودن، تجربه داشتن، اما متاسفانه برخوردی با اردو در زمینه ساختار یک اردوی جدید اشتباهی بود که بخش مهمی از نیروی دفاعی افغانستان رفت کنار و کسانی تازه آمدن که اینا محتاج تجربه بیشتر و یک مقدار آموزه های جدید هستند. این زمان میبره و طبیعتاً به یک شبکه نمیتوان مهارت جنگی را کسب کرد. ابتدا می خواهیم که به آقای اوغلی خوش آمدید بگیم و به این نکته اگر اشاره داشته باشین که فکر میکنین که چرا آمریکا حالا چشم امید را به تیم مشورتی خود بسته و می خواهد که داخل افغانستان بسازن، فکر میکنین که نتیجه مثبتی را در پی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مهمانان فرهیخته و بینندگان بسیار عزیز عرض احترام و ارادت دارم و بعد خدمت عرض بکنم که آقای فاروق بسیار هم با اظهارات ضد نقیض آمریکایی ها و خصوص نظامیانشان در خصوص اینکه در افغانستان دارند گاهی جنگ را به اصطلاح نقطه پایان میگذارند و خاتمه یافته میپندارند و گاهی هم اعلان میکنند که 1% از نیروهای نظامی افغانستان یا نیروهای ملی افغانستان توانایی آن را دارند که در عملیات نظامی به طور مستقلانه اشتراک بکنن، اگر قرار باشه که این همه اظهارات ضد نقیض افسران آمریکایی و یا افسران جامعه جهانی را که در افغانستان حضور نظامی دارند مورد توجه و مطالعه قرار بدین، یقینا مردم افغانستان سرگیچه خواهند شد و در یک دوراهی قرار خواهند گرفت. اما این مسئله را ما به خوبی میدانیم که
مردم افغانستان نسبت به هر کسی دیگری در دفاع مستقلان از وطن و در امور نظامی ید طولایی دارند. و اما در نقطه اول اگر اشاره کنین کمی تفاوت دیدگاه را که شما پرداختین که بعضی از مقامات ارشد آمریکا در داخل آمریکا می پردازند که حالا روند انتقال که صورت گرفته کامیاب از آب بدر می آید و رهبری عملیات ها را که ما به افغان ها به سپاره مینا توانایی اجرای عملیات ها را داریم، اما امروز این چنین حرف گفته می شه که تنها 1% از نیروهای افغان توانایی اجرای عملیات به صورت مستقلا نداره. فکر میکنین که نفس از این تناقضگویی ها در کجاست و چرا این گونه برخورد میشه با اوضاع؟ ببینین، جنگ فرسایشی افغانستان متاسفانه مسئولین محترم جامعه جهانی و بخصوص مسئولین محترم امریکایی را دچار تناقضگویی های شدید ساخته. آنگاهی میبینین که یک مسئول محترم اعلان میکنه که نیروهای افغانستان در تبانی با نیروهای جامعه جهانی امکانات و یا زمان و یا هم زمینه انجام فعالیت‌های مستقلانه را دارند، اما می‌بینین که یک مسئول رنگ دوم و یا یک مسئول دیگری از همین ساختار اعلان می‌کنه که نیروهای افغانستان ممکن هست یک چنین توانایی را در طول سال بله درست در مقر اصلی نظامی آمریکایی این مسئله مطرح می‌کنه، یعنی در پنتاگون. یعنی اینجا مسئله به این برمیگردیم که جنگ فرسایشی افغانستان متاسفانه بسیاری از مسئولین آمریکایی را سردرگم کرده و حتی همون مسئولین و متخصصین هم نمیتوانند در خصوص افغانستان حتی با همون استراتژی که قبلا طرح کردن تدوینش کردن اینجا میخوایم داشته باشن. در درون آمریکا از آن عامه آمریکا را فریب بتن یا مقامات آمریکا را، اگر در پی فریب هستن پس پیامدش بر افغانستان چی خواهد بود با این گونه تناقضگویی ها؟ خب ببینین، یقینا پیامدهایش و تبعات یک چنین اظهارات ضد نقیض برای مردم افغانستان، برای دولت افغانستان، بخصوص نیروهای افغانستان بسیار هم سنگین تمام میشه. این اظهارات و این ضد و نقیض گویی ها از اونجا ناشی میشه که متاسفانه نظامی ها در عوض سیاسیون به اظهارات میپردازند و بعضا هم سیاسیون به عوض نظامیان به مسئله جنگ میپردازند. یک چنین چیزی متاسفانه جنگ افغانستان امریکایی ها را در یک چنین وضعیتی قرار داده. من فکر میکنم که خوب هست که ایالات متحده آمریکا اما اگر به یک نکته دیگه هم شما بپردازین که از جانب دیگه البته وزارت دفاع افغانستان هم میگن که حتی در مسئله عملیات های شبانه اشاراتی داشتن، گفتن که نیروهای افغان حالا توانایی براندازی عملیات های شبانه را دارن، شما شک دارین در این مسئله هم؟ خب ما یقین دارم که نیروهای افغان در صورتی که قصد بکنند یک چنین توانایی را دارند و در گذشته هم یک چنین توانایی هایی داشتن و در آینده هم میتوانند. مردم افغانستان به خصوص نیروهای ملی افغانستان وقتی میتوانند بسیار در مسائل نظامی موفق باشند که انگیزه برای کار و فعالیت داشته باشند. متاسفانه آن چیزی که ما حالا احساس میکنیم که کمبودش در نیروهای ملی افغانستان احساس میشه نبود انگیزه جدی برای دفاع مستقلانه. حالا چه چیزی باعث کمبود انگیزه شده آقای اوغلی؟ خب یقینا این مسئله باید از همان روزی که به ساختار اردوی ملی، پلیس ملی و استخبارات ملی می پرداختند باید توجه جدی صورت می گرفت. برای اینکه اگر قرار باشه که اشخاص و افرادی را خصوصا جوانان را برای دفاع مستقلانه از وطن آماده ساخت، باید انگیزه های دفاع از اون را هم به گونه ای که اونها لازم دارند فرا داد و اونها را آموزش داد. متاسفانه یک چنین چیزی حالا یکی از مواردی که بیشتر نظامیان برش میپردازن که انگیزه را از بین میبره بیشتر خطاب کردن برادر بر مخالفین مسلح افغانستان است. یعنی فکر میکنین اشارات شما مشخصا به این موارد است یا فکر میکنین که موارد دیگه هم باید باشه که باعث بلند رفتن انگیزه در ارتش افغانستان؟ خب یک چنین اعمال یقینا در پایین آمدن انگیزه برای دفاع مستقلانه متاسفانه بسیار نقش منفی داشته. آنگاهی که افسر و سرباز و یا عسکر این کشور به یقین دریابه که کسانی که در جبهه جنگ بر ضد اونها می جنگه و بعدش هم توسط همین نیروها دستگیر میشه، هنگامی که تا یک جایی که مورد مؤاخذه قرار بگیره اونها شاید هم نرسن و در راه اونها یقینا توسط اشخاص و افرادی
به جاهای دیگر انتقال شوند و یا هم هیچ مورد مؤاخذه قرار نگیرند و یا هم در داخل اردوی ملی افغانستان کسانی با استفاده از پست و مناصب بسیار بزرگ به فساد بپردازند و در پهلوی از او افراد نفوذی دشمن را به گونه‌ای که خودشان می‌خواهند برای قتل و کشتار عساکر و افسران به گونه استخدام بکنند و یا به گونه بر اونها کمک بکنند، یک چنین مسائل به یقین به کاهش انگیزه در دفاع مستقلانه. خیلی سپاس. اجازه بدین که از آقای ریگستانی بپرسیم که خب البته بعضی از مقامات نظامی آمریکا به این نکته هم میپردازند که اینا با وجودی که میخواین نیروهای آمریکایی کم شوند در افغانستان، یعنی تعدادشان کم شود، گفته میشه که 22,000 از نیروهای آمریکایی در بهار 2012 از افغانستان خارج خواهد شدند، حالا میخوان که نقش رهبری را به حکومت افغانستان یا به ارتش افغانستان یا در کل به نیروهای امنیتی افغانستان بدن. حالا شما توانایی رهبری را چگونه میبینید در نیروهای امنیتی افغانستان؟ یعنی این توانایی را دارن که از بر از این مسئولیت براین؟ ببینین ما امروز یک اردوی 170,000 نفری داریم. به نظر ما اردوی موجوده در افغانستان بزرگترین دستاورد ملی ماست و در هیچ مقطع از تاریخ ما چون اردوی نداشتیم که از نقطه نظر وضع‌الجیش، نقطه نظر لباس، معاش، وسایل ترانسپورتی، آموزش در امی سطح باشند، با وجود کمبوداتی که هست و امیدواری وجود داره که کمبودات هم تا چند سال دیگر تکمیل شوند. اما با وجودی که در طول 10 سال گذشته هنوز هم مقام نظامی آمریکا میگه که تنها 1% از نیروهای امنیتی افغان یعنی توانایی اجرای عملیات مستقلانه نداره، چگونه میشه که به چند سال آینده امید بست؟ یعنی در حدود 2 سال یا 3 سال. ما از اولم نگفتم که با این نظر موافق هستم، گفتم این اعتراف به یک ناکامی است، اما حقیقت چیز دیگه است. شما اگر تعداد تلفات اردوی ما را در طول 5 سال اخیر خصوصا ببینین، خود تعداد تلفات شهدا و زخمی ما برای شما میگه که نقش اردوی افغانستان در عملیات چقدر بوده. از نقطه نظر جنگ در سایه پیاده نظام اردوی ما بیشتر حتی از اساکر امریکایی جنگیده و بیشتر از اونها تلفات داده. اما چیزی را که آمریکایی‌ها بیان میکنن، یعنی یکی از رسانه‌های آمریکایی که برش پرداخت، از مقامات نظامی آمریکا میگن که هنوز هم در خط نخست جنگ نیروهای افغان حضور نداره. این یک دروغ محض است. چطور نیروی ما وجود نداره؟ حتی در 1% که میگه منظورش از عملیات مستقلان شاید عملیات های شبانه باشه که در اونجا هنوز هم 50% آیستا آیستا اردوی ما در عملیات های شبانه نقش دارن. اما اگر شما اینطور بگوین که اگر مفهومش این باشه که بعد از 10 سال ما هنوز 1% توانمندی عملیات مستقلانه نداریم، این سوال باید به وجود بیاید. پس این نیروهای که تلفاتی که چندین هزار تلفاتی که ما در جنگ دادیم، آیا این نیروهای اردوی ما و سربازا و اسکارای ما کلشان از بام افتیدن یا اینا رو موتر زدن؟ حقیقت نداره، ما به این موافق نیستم. پس فکر میکنین آنچه که 1% گفته میشه این هم درست نیست؟ کاملا غلط است. شما پیشتر اشاره کرد آقای استاد رحمان اغلی، ما فقط چند روز قبل از این اظهارات چندین بار ما اظهارات رئیس ناتو را داریم که از توانمندی اردوی افغانستان صحبت کرده و از آقای پانیتار خود چندین بار ما صحبتاش فقط چند روز قبل داریم که حتی با کنگرس کمیته دفاعی کنگرس آمریکایی اطمینان داد. اما فردی که سخنها را گفته عملا مسئول عملیات های نیروهای آمریکایی در افغانستان است، یعنی حضور هم دارند، یعنی هیچ دلیل تحت رهبری همین شخص عملیات هست. با این منطقی که ما حرفزی را میپذیریم، با این منطق میتونیم حرفزی را بپذیریم، اما اردوش یک طرف میمونیم، واقعیت ها را میبینیم. اردوی ما فعلا در جنگ داخل است، جنگ میکنن، تلفات میتن، شهید میتن، زخمی میتن و ما یکی از بهترین اردوها را در تاریخ افغانستان داریم. البته من قبلا به کمبودات اشاره کردم، اگر قرار باشه اردوی ما کاملا یعنی به طور کامل نیروهای خارجی برای ما مستقلانه عمل کنه، ما قوای راکتی نداریم، قوای توپخانه نداریم، قوای هوایی نداریم، قوای زرهی نداریم و ما خواستم اینجا یک نکته دیگر اشاره کنم بر شما. همین نیروهای آمریکا وقتی که حکومت جدید در افغانستان آمد، تمام اسلحه‌ای که مربوط به جبهه متحد در وقت بود، در حالی که تمام اعضای جبهه متحد به حکومت آمدن، به صدها چند تانک از بین بردن، صدها قبض توپ تخریب کردن، به هزارها سلاح را جمع کردن و تخریب کردن. همین نیروهای خارجی در افغانستان و در اون وقت حالا فکر میکنین که چرا این کار را انجام دادن؟ ما همین نقطه را میخوایم بگویم که یا بزرگترین اشتباه را مرتکب شدن. و ما یادم است که از طریق همین تلویزیون طلوع بارها این سوال مطرح کردم که اینا چه حق و صلاحیت دارن که او چیزی را که ملکیت دولت افغانستان و ملت افغانستان هستن بین تخریب کنن، به اساس کدام سند، به اساس کدام توافق؟ و امروز ما به ضرورت داریم به مو توپخانه که در برابر ببینیم. در همون زمان آیا پرسیده شد که چرا و با کدام اجازه اینا این کار را میکنن؟ بارها ما این سوال مطرح کردیم، اما آقای کرزی در این مورد سکوت اختیار کرد و حکومتش سکوت اختیار کرد حتی تا امروز. و این باید سوال شود که آیا حکومت وقت افغانستان
که آقای کرزی در اون وقت هم بود یا نیروی ناتو این صلاحیت داشتن که فکر میکنید که با این حرکت آمریکایی‌ها نمیخواستن که ارتش افغانستان تجهیز شود؟ بله، من خودم یکی از کسایی بودم که در اون وقت سال 2001 از طرف وزارت دفاع مسئول مذاکره با اینا بودم. اینا میخواستن برای افغانستان یک گردی 2000 نفری بسازن با یک کندک ترانسپورتی، با یک کندک هوایی ترانسپورتی، با یک کندک زیری. طرحشون یک گردی 2000 نفری بود. اینا میخواستن گردی افغانستان آنقدر کوچک باشه که هیچ تهدیدی بود برای پاکستان نباشه. حالا چقدر اینا صادقانه هستن با تعهدی که بار برای تجهیز نیروی امنیتی افغانستان میکنن با باور شما، زمانی که شما اشاره کردین که عملاً تجهیزات نظامی که بجا مانده بود اونا تخریب کردن. با خودم از جمله کسایی هستن که سال 2001 یک طرح اردوی 220,000 نفری را یک پروپوزال یا یک طرح در سر یک میزی که روبروی آقای کولن پاول وزیر خارجه و جنرال سابق جنگ بود پیشوریش ماندم و برایشان گفتم روبروی ششته بود و پالیم مارشال فهیم بود، برایش گفتم که آقای کولن پاول دوستایی که شما در اینجا فرستادین به یک اشتباه بسیار بزرگ روان هستن و اینا میخوان یک اردوی 12,000 نفری بر ما بسازن که تا دو ولایت دفاع کردن نخواهد تانست. ما یک کشور هستیم بیش از 5,000 کیلومتر سرحد داریم، ما با خطر مواد مخدر، با خطر توریسم که دوباره در حال تجهیز شدن هستیم و همین طرح پیش موندم. پاسخ از اونا بر شما چی بود؟ پاسخش ورق زد با داخلش یک عددی را که در وقت حدود 750 میلیون دلار مصرف اردوی افغانستان بود دید، خنده کرد، گفت من این را مطالعه میکنم و در آخر گفت من یک رقم کلان پولی را دیدم، یک رقم کلان مالی را. و امروز ببینید که اینا 7 میلیارد دلار میخوان بر اردوی افغانستان باید بتن و در حال چون البته سالانه و چون بحران است در اروپا و آمریکا ولی به فکر هستند که باید اردوی افغانستان را کم کنند. بنابراین ما این نکته را میخوایم بگویم که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان در مورد قدرت جنگی ما و توانمندی ما و تجهیزات و سلاحی که داشتیم اشتباهاتی را مرتکب شدند که امروز توانش را باید مردم افغانستان. خیلی سپاس. اجازه بدین که از آقای بیژنپور بپرسیم چیزی را که وزارت دفاع افغانستان هم اخیرا مطرح میکنند. درست همین نکته است که ما توانایی گرفتن مسئولیت های امنیتی رهبری عملیات ها را داریم در صورتی که ما تجهیز شویم. حالا با حرفایی را که آقای ریگستانی زدن، حالا چقدر اینا پابند هستن، یعنی جامعه جهانی به خاطر تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان؟ خدمت جناب آقای اوغلی سلام عرض میکنم، دوست گرامی من. من موافق هستم گپایی که هم جناب آقای اوغلی و هم جناب آقای ریگستانی گفتند. در هر حال یک مقدار واقعیت ها در باب نیروهای رزمی افغانستان پیداست، هیچ حاجت در واقع گمجویی نیست. مسئله اصلی این است که آمریکایی‌ها اعتقاد ندارن که یک اردوی سراسری و سنگین وزن در این منطقه ساخته شود که فردا وقتی برمیگردن با کودتاها بپردازه و بعد با اکثر وضعیت نابسامان در منطقه ایجاد بکنه که در گذشته ها او را به عنوان یک نوع فورس یا قوت برای تقویت نهادهای سمت کشور شرقی ما، شمالی ما عنوان میکردن. اما اگر این نکته را توجه دارن، آیا تصور کردن که خب با وجودی که خودشان اشاره میکنن که ما پس از سال 2014 نقش نظامی ما کم میشه در افغانستان، پس اون وقت افغانستان یا در آن زمان افغانستان به مشکل مواجه نمیشه؟ ولی خب مشکل دامنگیر کی خواد بود؟ اگر 150,000 تا 170,000 نیرویی که در ارتش افغانستان خدمت میکنه اینا تربیت شوند، انگیزه داده شوند، در واقع نه تنها به اصطلاح بیش از ظرفیت کشور ما هستن که در کل منطقه مهارت های را تعمیم خواهند داد. ولی بحث بسر این است که آیا اینا تربیت میشن به اون عبارت؟ اینا زمینه پیدا میکنن که مهارت هایشان را تکمیل بکنند؟ آیا فرصت هست که اینا مثلا جواب شما با این پرسش ها چی هست؟ جواب ما این است که یک تلاش برای این است که او القاعده و تروریسمی که به عنوان یک جریان لجام گسیخته عمل میکرد به صورت نیمه دولتی در بیاید. در واقع یک ساختار جدیدی برای یک دهه دو دهه آینده در نظر است که ساختار نیز محل جنجال و نابسامانی برای سرزمین ما خواهد بود. آمریکایی ها و غرب نیز به یک نحوی در مبارزه با این مسئله ادامه خواهند داد. جریان مذاکرات معطوف به صلح در افغانستان یا پروسه مصالحه ملی در افغانستان که طبیعتاً تناقضات و پارادوکسی زیادی دارد، در واقع منتج به یک تفاهم ملی نخواهد شد. هرچند ما خوشبین هستیم که چنین چیزی پیش بیاید، اما نشانه های برای این نتیجه موجود نیست. آمریکایی ها نیز از وضعیت نظامی بیرون میشن. یکی از رسانه های پاکستانی هم به نشر رساندن، گفتن که یعنی دیروز که نشست سه جانبه ای که البته هم گروه حقانی و هم طالب ها و هم حزب اسلامی حضور داشتن، البته به شکست مواجه شد گفتگوهایی که میان آمریکا بودن. مسئله بسیار مهم این است که چند تا آدم مسئله، چند گروه مسئله.
اینا در حدی نیستن که در واقع اگر به صورت واقعی با اینا برخورد میشد اینا 10 سال 20 سال ما را علاف میکردن و در واقع تمام انرژی ملی معطوف به اینا میشد. بخش مهمی از نیروها در داخل افغانستان در سطوح گوناگون موجود هستند که اگر یک بسیج ملی اعلام میشد و قرار می بود که یک وفاق ملی هم تأمین میشد در افغانستان، ما برای مقابله با طالبان حتی احتیاجی به یک اردو نداشتیم، بلکه یک جنگی مماثل ممکن بود از طریق نیروهای تجربه فراوان جنگی هم داشتن، هم اونا به صاحب یک شغل می شدن، هم یک سپاهی ویژه برای مقابله با این وضعیت وجود می داشت که نیاز به این تشکیلات بزرگ و این همه. آیا فکر می کنیم که جامعه جهانی در رأس آمریکا اوضاع افغانستان را دست کم گرفت پس از سال 2003 و 2004 مخصوصا؟ آمریکایی ها به خاطر نمایش خودشان و به خاطر یک مقدار نزدیک شدن به اهداف تلاش بیشتر کردن تا رسیدن ما به اهداف. در واقع نتیجه چیزی پیدا است، یعنی مشخص است آمریکایی‌ها برای تأمین حضور خود در منطقه، برای این که بعضی در واقع اتحادیه‌ها، بعضی پیمان‌های بزرگ استراتژیک در منطقه وجود دارد، تلاش کردند که از نزدیک با اینا آشنا شوند، در برابرشان آمادگی بگیرند و افغانستان وضعیت جیوپولیتیکش از در واقع بسیار مساعد است، جیو استراتژیکش بسیار مساعد است برای این مسئله. بناخره به این نتیجه رسیدند. سپاس گزارم همکاران فنی مشاوره می‌کنند که میان برنامه داریم. پس از این میان برنامه همچنان همراهی مان کنید. باز هم خوش آمدید شما بینده کنکاش به صورت زنده از شبکه خبری طلوع هستید. آقای رحمان غولی چه فکر میکنین؟ خب از یک جانب گفته میشه که تنها 1% از نیروهای افغان توانایی اجرای عملیات مستقلانه را داره، از سوی دیگر البته حالا روند انتقال مسئولیت ها شروع شده. فکر میکنین که به چی معناست؟ آیا این روند، اگر حرفی را که این مقام نظامی آمریکا میزنه، آیا این روند کامیاب خواهد شد یا نه؟ خب من فکر میکنم که این اظهارات تعیین کننده نیست. خب افغان ها و به خصوص نیروهای ملی افغانستان باید یک چنین وظیفه و صلاحیتی را باید دریافته باشند که بالاخره مسئولیت امنیتی مستقلانه وطن خویش را به دوششان بگیرند. خب اما اگر تجهیز نشند پس اینجا مشکل ایجاد میشه. خب یقینا آنگونه که دوستان عزیز فرمودند، در قسمت این که نیروهای ما بتوانه به شکل مستقلانه از وطن دفاع بکنه، اولا این که انگیزه لازم است و در پهلوی از بسیج ملی یکی از اولویت ها برای بقای یک چنین اردوها و در قدمه سوم یقینا تجهیز و تسلیح یک چنین نیروها به مراتب نسبت به همه چیز مهمتر به نظر میرسه. اما در قدمه اول آنگونه که ما افغان ها در جنگ ها برای دیگران تجربه کردیم و ثابتش ساختیم، نسبت به تجهیزات و تسلیحات تکنیکی، تجهیزات و تسلیحات ایمانی و وطنی به مراتب مهمتر به نظر میرسه، چون که در جنگ ها یک چنین تجربه را حداقل افغان ها دارن. بنابراین من فکر میکنم که در صورتی که نیروهای ملی به خصوص اردوی ملی افغانستان یک چنین توانایی، به خصوص توانایی معنوی را دریابه، چون که همین حالا من فکر نمیکنم که اردوی ملی افغانستان در موقعیتی قرار داشته باشه که بتوانه یک چنین پیروزی را نصیب خود و نصیب مردم افغانستان بسازه، چون که شما حداقل از اسناد و شواهد در میابین. بله شما با ضعف‌های از این مسئله هم اشاره کردین. حالا به این نکته اگر بپردازین که با تناقض‌گویی‌هایی که شما اشاره کردین، که از یک جانب گفته میشه که ارتش افغانستان توانمند نیست، از جانب دیگر مقام نظامی آمریکا میگه که خب روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی کامیاب خواهد بود به خاطر از اینکه ارتش افغانستان، پلیس افغانستان آماده از این کار هستند، حالا شما با کدام طرف موافق هستین؟ فکر می‌کنین که حرف کدام طرف واقعیت داره؟ خب من فکر میکنم که حداقل با این اظهارات ضد نقیض وضعیت را میخواهند به گونه‌ای جلوه بدهند که حضور و موجودیت نیروهای خارجی حداقل بعد از سال 2014 هم به گونه ادامه بیابه. من یقین دارم که نیروهای، حالا فکر نمیکنین زمانی که مسئله سند راهبردی میان آمریکا مطرح میشه پس اینجا جان ندارن که اینا دنبال بهانه به خاطر حضور درازمدتشان در افغانستان باشن؟ ببینید در پهلوی از او مسئله جنگ افغانستان، بخصوص جنگ فرسایشی افغانستان، خوراک غذایی برای سیاسیون در داخل آمریکا و در کشورهای دیگری هست که در افغانستان حضور نظامی دارند. از مسئله جنگ و از مسئله فقر
و گرسنگی در افغانستان و از تعذیب انسان‌ها توسط اشخاص و افراد و فساد موجود در حاکمیت همیشه به عنوان ملزمه و حربه برای تبلیغات های انتخاباتی و یا برای کمپاین های انتخاباتی چی در داخل ایالات متحده در کدام موارد اگر اشاره شما به رئیس جمهور اوباما است خوبتر میتونه که مبارزات انتخاباتی کنه یا بر رخ مردم آمریکا بکشه ای که نیروهای خود را خارج میکنه یا ای که دنبال بهانه است به خاطر از اینکه نیروهایش حضور داشته باشه پس از سال 2014 در افغانستان ببینید گاهگاهی که آقای اوباما به عنوان شخصیت مسئول درجه اول ایالات متحده آمریکا جنگ افغانستان را به عنوان طولانی ترین جنگ آمریکا در جهان جنگ ختم شده اعلان میکنه این بدین مسئله هست که جنگ افغانستان برای آقای اوباما در ظاهر حداقل جنگ پیروزمند هست در حالی که ما مردم افغانستان میدانیم که این جنگ نه تنها جنگ پیروزمند و جنگ غالب ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیست بلکه یک جنگ فرسایشی هست که ایالات متحده آمریکا را از نقطه نظر تصمیم گیری ها هم در یک موقعیت آسیب پذیری قرار داده بله در یک مورد دیگه اگر دیدگاه شما را داشته باشیم که البته شما اظهارات اخیر مقامات آمریکا را شنیدین که میخواین که نیروهای ویژه خود را پس از سال 2014 در افغانستان مستقر بسازند به خاطر از اینکه عملیات ها را انجام بدن فکر میکنین که تا حالا که بیش از 100 هزار ارتش در افغانستان حضور داره جمع نیروهای کشورهای دیگه که نتونستن جنگ پایان پیدا کنه چقدر فکر میکنین که این نیروهای ویژه کارساز باشه خب یقینا اگر آمریکایی ها و به صورت کل جامعه جهانی در ظرف 10 سال اخیر با حمایت دولت افغانستان با حمایت مردم افغانستان نتوانستند با جنگ نقطه پایان بگذارند یقینا با موجودیت نیروهای ویژه به هیچ وجه نمیتوان مشکل و معضل افغانستان را حل کرد بنابراین خوب است که در ظرف 2 سال باقی مانده تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان ایالات متحده آمریکا و به خصوص اراده سیاسی اداره آقای اوباما یک چنین فرصت و زمینه هایی را برای تأمین صلح از طریق مذاکره باید برای مردم افغانستان آماده و مهیا بسازند و دولت افغانستان هم با استفاده از این فرصت ها اما البته مذاکرات که گفتمش آغاز شده اینجا بعضی مشکلات وجود داره البته در صد رای از این مذاکرات که یعنی به طرف خوبتر روان نیست یعنی گاگای به بنبست مواجه میشه البته خواستایی را که طرف مخالفین داره خواستایی را که طرف آمریکا داره حکومت افغانستان داره این دلایلش هست خب یقینا کسانی که در مخالفت با دولت اسلامی افغانستان قرار دارند خب خواسته ها و تقاضاهای های بسیار بزرگی را مطرح می کنند طالبان به عنوان یک حرکت نظامی به هیچ وجه انتخابات را نمی پذیرند و قانون اساسی افغانستان را نمی پذیرند اما گروپ های همچون گروپ های حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار و کسان دیگری در مخالفت با دولت اسلامی افغانستان قرار دارد که در مذاکره با اونها میتوان حداقل نشانه های از تامین صلح را در افغانستان دریافت آنگاهی که مردم افغانستان خب زمانی که اونا مخالفت با حکومت افغانستان دارن چگونه زمانی که مذاکرات را با آمریکا میکنن در حالتی که مردم افغانستان دخیل نباشن خب حکومت افغانستان اگر در کل دخیل نباشن چگونه میتونن نتایج مثبت در پی داشته یقینا مشکل افغانستان و مشکل جنگ ها و خصوصا تاریخ 30 سال اخیر هم همین است که مردم افغانستان در قضایا و تصمیم گیری ها حضور بالفعل و بالقوه نداشتند در صورتی که معضل افغانستان میان افغانها حل نشده باشه و آمریکا به عنوان کشوری و یا هم دوستان دیگر افغانستان به عنوان کشورهای ویتو کننده در این قضایا اشتراک بکنند و خواسته های مردم افغانستان و دستاوردهای مدنی افغانستان را که به کمک جامعه جهانی در ظرف 10 سال اخیر به دست آمده مورد دقت و رعایت قرار ندهند یقینا مشکل افغانستان در آینده حل نخواهد شد و نیروهای ویژه آمریکایی هم یک چنین فرصتی را برای حل معضلات افغانستان از دست خواهند داد آقای ریگستانی البته آمریکا الان میخواهد که نیروهای ویژه در افغانستان حضور درازمدت داشته باشه و همچنان سازمان استخباراتی یعنی CIA در افغانستان حضور درازمدت داشته باشه فکر میکنین که اینا چقدر نقش جدی دارن که بتونن پس از این یک کار را بر افغانستان کنن که اوضاع افغانستان از گذشته خوبتر شود و خواست آمریکا و هم خواست حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت برآورده شود خب نیروهای ویژه چنانچه از نامشان پیداست نیروهای ویژه هستند یا بیشتر عملیات‌های شبانه و اهدافی را که
پنهانیستان که عبارت از رهبرای طالبان و فرماندهان رده های اول دومشون است، بیشتر اینا را هدف قرار میتن، چی دی طرف سرحد، چی دی او طرف سرحد. و از طرف دیگه نکته که میخواستم به او تاکید کنم ای است که ما در این صحبت های خود فقط یک طرف ارزیابی کردیم که نیروهای افغانستان و نیروهای ویژه امریکا و نیروهای امریکا بود، طرف مقابل که طالبان ارزیابی نکردیم. یک مد این مورد میخواستم براتون بگم که طالبان چی از امروز تا آینده بعد از 2014 هر دو شکل از عملیات پیش خود بودن. یکی عملیات انتحاری است، بگید جنگ در جبهات است. اما البته گزارشی که از ناتو درس کرد، شما شاهد هم هستیم و امکان داره که شما او گزارش را مطالعه کرده باشین، حتی خود ناتو گزارش را که از پیشان درس کرد که از 40,000 زندانی القاعده و طالب دیدگاهشان که از هر فرد 7 بار پرسان شده، اونا نگران از این هستند که یا منتظر هستند طالب ها که آمریکایی‌ها یا نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و تواناییشان بیشتر میشه. حتی ایره خود ناتو به نشر رسید. ما امیر امین دکتر میخواستم برای شما بگم که مجموعه نیروهای طالب ها، یعنی شما چگونه میگین که به می منوال حرکت طالب ها میباشه؟ یعنی تغییر وارد نمیشه. من قسمت کمی توضیح میدم خدمت شما. در مجموع نیروی طالب و القاعده که طالب بررسی شده حدود بین 20 تا 30 هزار نفر است، در حالی که نیروی طرف مقابل که نیروهای ماستان و اردوی ما حدود 170 هزار است که 5 برابر نیروهای حساب میشه. نقطه دوم، شما فکر نکنید که عملیات انتحاری میتونه دولت افغانستان سقوط بده. در هیچ جای از جهان عملیات انتحاری سبب سقوط دولت ها نشده و در افغانستان هم نمیشه. پس میمونه جنگ در جبهات. پس آنچه که از دی گزارش درس هم کرده درست نیست؟ نه، این گزارش درست است که اونا به جنگ میکنن و به جنگ ادامه میتن. چیزی نقطه دومی که میخواستم بگویم که ما دو ایست که شما این تصور نکنین که دیگه نیروهای طالبان مثل سال 75 و 76 مثل او دهه دهه 70 میتونن که به شکل نیروهای بزرگ و با سوار بر موتر وسایل ترانسپورتی و یا میان پای در پای ولایت سقوط میتن. نه چنین چیزی را بر توانمندی طالبان دارن و نه حکومت افغانستان جمع نیروهای ویژه امریکا و در مجموع جهان اجازه را به امریکا نمیتن. اما آقای رگستانی فکر نمیکنین که یکی از مشکلات اساسی بر مردم افغانستان و در کل بر ساختارهای امنیتی افغانستان هم همین عملات انتحاری بوده میتونه؟ خب البته هیچ. افراد ملکی جان خود را از دست میتن و تلفات را هم نیروهای خارجی داشته میباشن و هم نیروهای افغان. هیچ کشوری در جهان وجود نداره که او تانسته باشه جلو عملیات انتحاری تا حد صفر بگیره، امکان نداره. اما چیزی که ما متوقع هستیم که توانمندی نیروهای امنیتی ما در حدی بالا بره که ما ایره بتونیم به حد اقل برسانیم. نکته دومی که میخواستم برای شما بگم در همین مورد که برای طالبان امکان داده که بیان یک مارش بزرگ بعد از سال 2014 آغاز کنند و ولایت پای در پای سقوط بیان دولت مرکزی را در افغانستان سقوط بتن و دوباره به قدرت بسرن و باز ملا عمر باشه که از پاکستان به امیرالمومنین و امارات هیچ این چیزی را جهان دیگه اجازه برای از اونها نمیده و نباید ما دی حد نگران باشیم. اما یک نقطه ببخشید، اما چیزی که متاسفانه ادامه خواهد داشت او جنگ خواهد بود، جنگ ادامه خواهد یافت. خب پس فکر میکنین که راه حل به خاطر پایان از جنگ چه است؟ یعنی آنچه که آمریکا در پیش گرفته مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان؟ ببینین جنگ هیچ وقت به خاطر جنگ نمیباشه، اما طولانی شدن جنگ یک چیزی حتمی است. جنگ طولانی خواهد شد و باید شرایط. عواملش چی است؟ عواملش چیزی که مجموعه نیروهای خارجی در جهان بخش نیروهای بین‌المللی در افغانستان موفق نشدن طالبان را شکست بدن، موفق نشدن پاکستان را مهار کنند، موفق نشدن سرحدات ما را پوش بدن، موفق نشدن پاکستان مداخلات شخطه کنند. حالا تا چه زمان افغانستان قربانی است؟ این غیر از خدا میدونه که چقدر دوام خواهد کرد. چیزی که ما میفهمیم این است که ما به طرف یک جنگ فرسایشی میریم که نه طالبان میتونن موفق شون که حکومت در افغانستان سرنگون کنند و نه ما موفق خواهد شدیم که طالبان را کاملا شکست بدیم. در نتیجه باید ما منتظر یک بنبست باشیم تا اما در مورد البته رای دیگری که انتخاب شده مذاکرات است. همین نقطه را میگم که طالبان بالاخره باید از یک پیروزی مایوس شوند و شرایط برای یک مذاکره واقعی آماده شوه. آنچه که فعلا صورت میگیره یک بازی استخباراتی است. سپاس. اجازه بدید که از آقای بیژنپور یک نکته دیگر را بپرسیم که خب یکی از دگروالهایی که به افغانستان آمده بود و جنگ های آمریکایی‌ها را بررسی میکرد، گزارش خود با کنگرس آمریکا مطرح کرد که تماما از اوضاع افغانستان تصویر غلط برای مردم آمریکا و برای مقامات آمریکا داده شده از جانب نظامیان آمریکا. موافق هستن؟ یعنی اشاره میکنن که هیچ پیشرفتی در نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر تجهیزشون صورت نگرفتن، اینا توانایی انتقال مسئولیت های امنیتی را ندارن، تعقیب امو عاملین انتحاری را نداره. فکر میکنین که واقعا تصویر غلطی ترسیم میشه برای مقامات آمریکا و برای مردم آمریکا؟ به تصور میکنم که نه تنها این دقیقه است، بلکه افزونی برای اطلاعات دیگه هم وجود داره. در هنگامی که رئیس جمهور اوباما آمد به سر کار، پیش از آمدن اوباما بود که نیروها به افغانستان آمده بودند
و تیمی که در افغانستان کار میکرد و با کل جزئیات این وضعیت آشنا بود، بسیاری از رموز به اسپیش رفت یا در واقع در جاماندن و عقب ماندن نیروها در عمل کرد در واقع برای امریکا گزارش نکردن به روشنی. و حتی اوباما برای پس از 6 ماه گفت که ما هنوز در روشنی وضعیت افغانستان نیستیم. تغییری جنرال جنگی زمانی که این گونه حرکت ها صورت میگیره از جانب مقامات نظامی آمریکا در افغانستان، این به چه معناست؟ شما میدونین که وضعیت نظامی آمریکا به ترتیبی نیست که رئیس جمهور به سادگی بتواند همه مسائل به صورت بسیار شفاف شامل او در واقع ساختار گروهی و حزبی و غیره اشراف داشته باشه. اما زمانی که گزارش غلط البته داده میشه بر مقامات آمریکا، مخصوصا رئیس جمهور آمریکا، اینجا ضرر را کی میبینه؟ شما توجه کنید از لحاظ موقف آمریکا ضرر میبینه، حکومت افغانستان نه تنها برای آمریکا، در کل مطبوعات غرب این مسئله کاملا منعکس بود که آنچه از افغانستان گزارش میشه یک مسئله است که در واقع وجود نداره و آنچه وجود داره در افغانستان انعکاس نمیکنه. این اعتراض حتی در فیلم نامه ها اجرا شد و خیلی از شخصیت های مهم هنری فیلم ساختن و اعتراضات خودشان را به گونه هنری تبارز دادن و اوباما نیز فشار بیشتر کرد، تیم کاری افغانستان را عوض ساخت. ولی امروز اگر ادعا بر این است و او آقای دگروال گزارش میبره که تمام گزارشات مبنی بر شناخت ما از افغانستان یک مسئله عبث بوده و در واقع به اصل نرسیدیم، دقیق است. به خاطر اینکه امروز میخواهن وضعیت عوض بکنن، وضعیت اپراتیفی به اصطلاح پیشنهاد شود، یعنی از حوزه اجراءات جنگی به حوزه فعالیت های بازشناسی. به خاطر همین مسئله باید استخبارات تقویت شود، تمام گروه ها، شخصیت ها و اینا را در یک نوع کارتوتیک قرار بدن و در یک وضعیت. حالا باز هم میخوام از شما بپرسم این نکته را که زمانی که نیروهای رسمی نتونستن که مخالفین مسلح حکومت افغانستان را از هم بپاشن یا خب از بین ببرن، چگونه میتونه که از لحاظ استخباراتی به این مسئله نائل شوند؟ اما رقمی که آقای ریگستانی گفت، طالبان دیگه به عنوان یک ستونی بسیار به هم پیوسته نظامی باقی نخواهند ماند. به همین منظور مبارزات استخباراتی گزینش است. تنها گزینه هم مبارزات تداوم بازشناسی است، یعنی به یک نحوی که مسئولیت، مؤثریت، مرجعیت و تمام رفت و گذر اینا به لحاظ نسبتشون با بیرون از مرزهای افغانستان شناسایی شود. نه تنها اینا، بلکه نیروهای دیگر هم که معطوف به افغانستان در حال آمادگی هستند و ممکن است بیان با ستونهای جنگی که تاثیر به اصطلاح مؤثریت ارتقا نیافت، بنابراین با بالا بردن سطح اطلاعات و استخبارات ممکن است مؤثریت اقدام در برابر طالبان بیشتر باشد. تشکر آقای رحمان قلی، شما چه فکر میکنین که راهکار استخباراتی چقدر پیامد مثبت بر اوضاع افغانستان در پی خود داشت و این حرکت آمریکا موفقیتی را در پی خود داشت؟ خب من فکر میکنم که راهکارهای استخباراتی و به صورت کل راهکارهای نظامی در خصوص تامین امنیت در افغانستان و رسیدن به یک صلح دوامدار و مستمر نه مردم افغانستان را کمک خواهد کرد و نه ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک کشور قدرتمند و پیروزمند از جنگ افغانستان به خانه های خیش. یعنی اگر آمریکا در این راه هم میره اشتباه است. ببینین، من فکر میکنم که جنگ وقتی میتونه خاتمه پیدا بکنه که عدالت در اینجا تامین شده بتوانه. وقتی جنگ در اینجا به نقطه پایانی خیش میرسه که قانون مورد تطبیق و رعایت قرار بگیره، وقتی آمریکا در جنگ فرسایشی میتوانه در افغانستان پیروز به درآید که در اینجا مبارزه با فساد، مبارزه با خشخوری، مبارزه با غصب زمین‌های دولتی و مردم جدی گرفته شد. خیلی سپاس، اجازه بدین که جنبندی کوتاهی داشته باشیم که دیدگاه هر سه شما را داشته باشیم. از آقای ریگستانی آغاز می‌کنیم که چند سال باقی مانده بر افغانستان گفته میشه سرنوشت ساز است، مسئله ارتش افغانستان، پلیس افغانستان از لحاظ توانایی چگونه خواهد بود؟ بسیار کوتاه اگر اشاره کنید. نیروهای امنیتی ما در حال رشد هستند از نقطه نظرات مختلف و اما سخت است که ما پیش بینی کنیم که ظرف 3 سال آینده این رشد کامل میشه. اما چیزی که ما میتونیم امیدوار باشیم است که نیروهای ما در حال رشد هستند و امیدوار هستیم که با کمک جامعه بین المللی این رشد ادامه یابد. تشکر آقای بیژن پور. شما به نظرم مهمترین مسئله این است که افزون بر ابزار و مهارت و اینا، انگیزه ملی برای دفاع از افغانستان در نسل جوان در حوزه دفاع مستقلانه باید به وجود بیاید و سکتور دفاعی افغانستان مجهز با انگیزه باشه. سپاس آقای رحمان قلی. شما با تایید فرمایشات دوستانم باز هم تکرار میکنم که افغانستان به یک صلح مستمر ضرورت داره و این صلح فقط از طریق تامین عدالت و
و تأمین حاکمیت ملی در افغانستان میتواند حکم فرما شود و ایالات متحده آمریکا در خصوص تعمیم دموکراسی، ترویج ارزش‌های انسانی و خصوص حقوق بشر و حقوق زنان مردم افغانستان را آنچنانی که در طول 10 سال یاری کرده در سالهای دیگر حداقل تعهدش را بسپاره. ما فکر میکنم که افغانها خودشان میتوانند از این موضوع بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و همچنان از شما بیننده‌ای که این بحث را سیمانه دنبال کردید. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.